روز گذشته چهارشنبه هزاران بانوی پناهجوی افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این تجمع که در راستای مقابله با قوانین ضد انسانی و زن ستیزانه طالبان در افغانستان انجام شد، بانوان معترض نسبت به شنیده نشدن صدای اعتراض ها در ماه های گذشته توسط سازمان های بین المللی انتقاد کردند. بامداد امروز پنجشنبه نیز تجمع اعتراضی دیگری در کابل پایتخت افغانستان توسط بانوان افغان انجام شد. بانوان افغانستانی که در نزدیکی منطقه لیس مریم تجمع اعتراضی خود را برگزار کردند، شعارها و پلاکاردها به وضع قوانین سختگیران توسط طالبان و اعمال محدودیت‌ها علیه بانوان در افغانستان اعتراض کردند. بانوان افغانستانی علاوه بر مطالبه رفع محدودیت‌ها و قوانین ضد انسانی توسط طالبان، بهره‌مندی از ابتدایی ترین حقوق شهروندی خود در امر آموزش، کار و مشارکت در امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی وطنشان افغانستان را مطالبه کردند. به گفته خبرنگار افتخاری اخبار شیعه در کابل، این تجمع اعتراضی با شلیک تیر هوایی و خشونت طالبان علیه بانوان سرکوب شد و نیروهای طالبان فیلم های ضبط شده از این تجمع ها را از موبایل های تجمع کنندگان حذف و ایشان را متفرق کردند. خبرنگار ما افزود هرچند سیاست سرکوب که در رأس فعالیت های طالبان قرار گرفته این تجمع اعتراضی را سرکوب و متفرق کرد، اما بانوان افغانستانی امید دارند با اتحاد بیشتر صدایشان توسط مجامع بین المللی و سازمان های حقوق بشری شنیده شود. در همین راستا گفتگوی دارم با سرکار خانم کیارنگ سعادت، فعال حقوق زنان از اسلام آباد پاکستان. سلام، وقتتون بخیر. با سلام، وقت شما بخیر، وقت همه کسایی که شنونده است ما رو بخیر. ممنونم. کمی درباره فعالیت اخیر خودتون علیه دولت طالبان برامون توضیح بدید و جزئیات این فعالیت رو هم بگید. بله، دقیقاً پس از تحولات اخیری که در افغانستان در 15 آگست سال 2021 اتفاق افتاد، بنابر تجربه تلخی که ما از دوره قبل طالب داشتیم، از برخورد و وضع محدودیت هایی که در دوره قبل داشتیم، این بار دقیقاً 2 روز پس از سقوط افغانستان جمعی از بانوان و اعتراضات علیه طالبان شروع کردند و دقیقاً اولین اعتراض ما در 18 آگست بود که در مقابل حوزه سوم پلیس، که البته او وقت طالبا آمده بود و او حوزه مربوط طالب میشد، ما تظاهرات را شروع کردیم و خواست ما بود که طالبان نباید به رسمیت شناخته شود و بعد از او وضع محدودیت ها بود که متاسفانه روز به روز طالبان وضع محدودیت را زیاد کرد و مشخصا بانوان را از فعالیت ها اجازه فعالیت نداد و حتی مکاتب و دانشگاه ها بسته شد، که پس از او دختران ما مقاومت کردند. روز به روز تعداد کسانی که در خیابان ها تظاهرات میکردن افزایش یافت و متاسفانه هر باری که معترضین به خیابان ها رفتن با شلیک هوایی، با برخورد نادرست توسط طالبان سرکوب شدن و حتی در جریان هستید که تمنا و پروانه از اولین دخترایی بود که توسط طالبان دستگیر شدند و بعد از او تعداد دخترها دوباره دستگیر شدند، ولی همچنان دختران معترض ما به اعتراضات خود ادامه دادند و با شعار نان، کار، آموزش دوباره تظاهرات کردند و آخرین تظاهرات امروز بود که در کابل در منطقه به نام خیرخانه جمعی از دخترای معترض ما با شعار نان، کار، آموزش اعتراض کردن، گردهمایی کردن و متاسفانه باز همی اعتراضات سرکوب و با شلیک های هوایی معترضین ما مجبور شدن که از صحنه بروند. خانم سعادت، با توجه به تفکر افراطی طالبان که در رفتارها و اقدامهاشون همیشگی اونها هست، به خصوص علیه دختران و زنان نمود پیدا کرده، چنین فعالیت هایی تا چه اندازه میتونه تأثیر گذار باشه؟
من فکر میکنم یکی از تاثیرگذارترین چیزی که فعلا حداقل در افغانستان هست تظاهرات اینمی جمع از دختران معترض هست که حتی جهان را به تکان داده و طالبان به شدت از دختران معترض حراس دارند. همیشه در صدد ای است که هر جای صدای از زن بلند شود، در هر ولایت، در هر منطقه در افغانستان صدای زنان بلند شود، سرکوب بکنن. من فکر میکنم یکی از دلایلی که تا هنوز طالبان به رسمیت شناخته نشده مقاومت زنان در افغانستان هست. یعنی این بار برخلاف تصور قبلی که طالبان شاید از زنان در افغانستان داشتن، زنان خیلی با مقاومت، با استقامت و استواری زیاد، با شجاعت زیاد در خیابان ها اعتصاد شدن، با وجودی که بارها به اینا شلیک شده، بارها تهدید شده، خواهشان بازرسی شده، ولی همچنان به اعتراضاتشان ادامه داده. و یکی از تاثیرگذارترین کاری که در افغانستان فعلا حداقل وجود داره همین اعتراضات زنان در خیابان های کابل و ولایات است. بله، لطفا کمی درباره وضعیت مهاجرین موجود در پاکستان برامون بگید. متاسفانه پس از همین تحولات روز به روز محدودیت هایی که برای مردم، خصوصا کسایی که فعال رسانه بودن، فعال حقوق زنان بودن یا در دولت کارمند بودن، روز به روز با وضع محدودیت، با تهدیدهای اون میشن، اینا مهاجر شده به کشورهای مختلف. و مشخصا من چون خودم یکی از کسایی هستم که پس از می تحولات اخیر در پاکستان آمدم و اینجا با مشکلات بسیار زیاد دستان مهاجرین قرار و جهان کاملا افغانستان، مردم افغانستان که در هر گوشه است به فراموشی سپرده و تمام تمرکز و طرف کشور اوکراین است. بنابر اتفاق کرده افتاد و کسی که در اینجا است، اگرشان در اول برایشان وعده های زیاد داده شده، ولی فعلا به سرنوشت هستند، مشکلات مالی دارند، مشکلات روحی دارند و خیلی مشکلات. حتی من کسایی را میشناسم که پول برای غذا شبشان نداره، پول تداوی فرزندشان را نداره و به می خاطر از یک ماه به این طرف تعداد زیاد از مهاجرین همچنان در پاکستان دست به اعتراض دادن که متاسفانه تا هنوز نتیجه مطلوب هم نداشته. ممنونم خانم کیارنگ سعادت از اسلام آباد پاکستان با ما بودند.